چجوری شروع کنم؟ اینجوری میگم، خب حقیقتش همیشه من ما سعی کردیم که خیلی حال عمل خوب کنیم، بخندیم، موسیقی کار کنیم، آهنگ بخونیم، ویدیوی حال خوب کن درست کنیم، تو بدترین شرایط سعی کنیم که کشورمون خوب نشون بدیم، سعی کنیم فرهنگ مردم بالا بریم. اما یه موقعی هستش که مثل الان نه اینتری دارم، نه حرف خاصی میتونم بزنم، نه دلم میاد که اصلا حرف خوشحال کننده ای بزنم، چون از درون قلبم واقعا ناراحتم و نمیتونم که حس خوب منتقل کنم. اتفاقاتی که این چند روز توی کشور افتاد خیلی دردناک و غم انگیز بود. حتی من توی اینستاگرام یه لایو گذاشتم و فقط تونستم که بغض خودم رو کنترل کنم و سعی کنم که با خوندن یه آهنگ با ایمان یه مقداری هم شرایط و حال خودم هم شرایط مردم رو عوض کنم، به خاطر اینکه واقعا ایجا به بعد دیگه آدم انقدر غم زیاد میشه که نمیدونه چجوری کنترلش کنه. مهسا امینی ها توی تاریخ ایران و امیرحسین خادمی، اون پسر بیگناهی که واسه سرطان مادرش رفته سر کار و بهش تجاوز شده، یه پسر 16 ساله و بعد هم کشتنش رو تو بیابون ولش کردن. مهسا امینی که به خاطر موهاش کشته شد و هزار و یک اتفاق خیلی ترسناکی که داره تو جامعه میفته، باعث شد که من این ویدیو رو درست کنم و سعی کنم باهاتون صحبت کنم. حقیقتش خودم خیلی ناراحت بودم، همیشه سعی میکردم که با تبریک عید، با موزیکای راجع به واکسن، با راجع به کرونا، راجع به اتفاقات زندگی، هر چیزی که بوده حال مردم رو خوب کنم. اما خب الان حال خودم خراب و دوست ندارم که زیاد خوشحال باشم. ما همین الانشم خیلی سخت جلوی دوربین نشستم، اما خب چه بسا که من به شما قول دادم که ویدیو درست کنم، دلتنگتون میشم. و دیروز که ما این ویدیو رو درست کردیم و با هم یه خوندیم، پیامای مختلفی داشتم. علاوه بر اینکه بازخورد خیلی جهانی قضیه خانم امینی داشته و همه جای دنیا تیترهای اصلی شده و توی توییتر بیشترین هشتگ شده و خیلی خوشحالم که این اتحاد رو تونستیم نشون بدیم، من هم یه سری پیاما داشتم از مردم خارجی که لطفشون رو بهم ثابت کردن. البته ایمان چند تا استوری گذاشته بود که یک ایرانی خیلی تناس و کاملا باهاش موافقم. هر جای دنیا که باشه ایرانی، چه داخل ایران چه خارج از ایران، واقعا تنهاست و هیچ کسی نداره. اگر ما پشت هم دیگه نباشیم هیچ کسی رو نداریم. یه سری از مردم کشور دیگه که حالا چه با هم دوست بودن چه نبودن بهم پیام دادن و این پیام خیلی منو دلگرم کرد. دوست داشتم که واسه شما این پیام رو بخونم و شما هم بدونید که مردم دنیا هم به فکر ما هستن و حداقل الان یه ذره میشه گفت که تنها نیستیم. این پیام رو دوست دارم بخونم، شما هم ببینید. ببخشید که من سلام علیک نکردم، لحنم یه ذره غمگینه و طبیعتاً هم تو این شرایط نمیشه خوشحال بود. این ویدیو فقط همدردی با خانواده مهسا امینی عزیز، خانواده امیرحسین خادمی و مهسا امینی ها و امیرحسین خادمی هایی هستش که تو کشورمون زندگی کردن، متاسفانه جانشون از دست دادن. چه بسا شاید یک روزی خدای نکرد نوبت هر کدوم از ما باشه و بس سعی کنیم که همه پشت هم باشیم. این پیام رو میخونم، دلگرمی برای خودم و شما باشه و امیدوارم که یه ذره حالتون بهتر کنه. بعد از اینکه ویدیو رو گذاشتیم و اون آهنگ رو خوندیم که حالا توی پیج تو چنل ایمان میتونید اون آهنگ رو بشنوید، یکی از دوستان از کشور روم، از کشور ایتالیا، شهر روم به من پیام داد. ببخشید من توپقم میزنم ولی دیگه حذفشم نمیکنم. نوشته سلام آیدین، این روزها چطوریم؟ استوری هات و ویدیو توی اینستاگرام دیدم و خیلی ناراحتم بابت اتفاقی که توی ایران افتاده، شرایطی که توی ایران هستش و اون دختری که کشته شده. تانکیو، تسلیت منو بپذیرید و تمام مردم توی شهر کوچیکی، توی یک از شهر کوچیک توی روم با شما مردم هستن. فقط قوی باشین، تو کار خیلی عالی انجام دادین. مرسی. من کار خاصی نکردم، من فقط وظیفه انسانی ما انجام دادم و اگر من برای مردم کار نکنم، من و ایمان و همه کنار تیم اگر برای مردم کار نسازیم و پشت مردم نباشیم، خب چه فایده‌ای داره؟ خب این مردم از یه هنرمند حمایت میکنن، مردم از یوتیوبرشون حمایت میکنن، مردم از محتوا حمایت میکنن. اگر ما پشت مردم نباشیم خب چه فرقی داره؟ فقط محتوا سازیم ببینید، این اصلا فایده نداره. خوشحالم که از کشور ایتالیا داشتن نگاه میکردم و مردمشون توی حداقل اون شهر کوچیک هشتگ میکنن، استقبال میکنن، حتی استوری میکنن و سعی میکنن که صدای همه مردم دنیا به دیگر نقاط دنیا هم برسه، هم مردم ایران به دیگر کشورها، هم بقیه کشورها، چون که تو اوکراین، سوریه، لبنان صداشون به گوش ما میرسه. بعد همه ما مردم فقط کنار هم دیگه باشیم. خوشحالم، خوشحال که نه خوشحال اون داستانی شما میدونید، درونی قلبی. این یکی پیام از کشور کانادا بودش و خیلی هم ناراحت بود که من پیام داده بودش. من پیامشو خوندم. وای خدای من آیدین، ما به تازگی در مورد اون دختر در ایران شنیدیم. من نمیدونم که چجوری احساساتمو بیان کنم. من خیلی ناراحت هستم و واقعا درکتون میکنم. لطفاً قوی باشید. من و تمام دوستانم و تمام کسایی که میشناسم سعی میکنیم که ریپوستش کنیم، پست کنیم این ویدیو رو و ازش استوری بسازیم و این هشتگ ترند رو توی اینستاگرام بنویسیم. حالا هشتگ به اسم خانم امینی، آقای خادمی. کانادا همیشه با شما مردم زیبا هستش.
Thank you so much. قاره خیلی دور این اتفاق داره میفته. من از این بابت حداقل قلبم راضیه که توسط ویدیویی که ما میذاریم و مردمی که میبینن متوجه این داستان میشن و سعی میکنن که ریپوست و ریستوری کنن و هشتگ بذارن. هر جای دنیا تو همه کشورها جنایت و ظلم وجود داره و مردم اگر پشت هم باشن میتونن اون ظلم رو برطرف کنن. چه بسا ایران خیلی کشور زیبایی، همیشه من میگم واقعا کشور بی‌نظیر، جای قشنگیه، مردم فوق العاده داره، غذای فوق العاده داره، همیشه تو شب با غریبه هام گفتم. ولی خب اتفاقات وجود داره که ناخوشاینده و ما اگه مردم بتونیم پشت هم دیگه باشیم میتونیم خیلی قشنگتر زندگی کنیم و این مشکلات رو بگذرونیم. پیام بعدی از طرفی که دوستای آمریکایی منه و با ایشون من صحبت کرده بودم قبلا و مجددا به پیام دادش. نوشته که آیدین تو میدونی من آمریکایی هستم. ما قبلا خیلی زیاد با هم صحبت کردیم، بله با هم زیاد صحبت داشتیم و من از سیاست‌های دنیا واقعا متنفرم. من واقعا همینطور. مردم آمریکایی ایرانیان رو خیلی دوست دارن. اینو من واقعا به چشم دیدم ها. اینو به هم هزاران بار گفتن. اصلا شما اون چیزایی که میدونید و ول کنید و واقعا میدونم که مردم شما رو دوست دارن. من هم به شخصه خیلی دوستشون دارم و ما واقعا به خاطر شرایطی که اون پایین اتفاق افتاده بسیار ناراحتیم. من واقعا متاسفم. من یک زن هستم و این بزرگترین غم و یک غم خیلی بزرگ برای ماست. مردم ایران بسیار قوی هستن، اینو باش موافقم. ما اینجا کنار شما هستیم و با شما هستیم. خدا همیشه همراهت باشه و همیشه ایمان داشته باشیم. همه چی یک روزی واقعا درست میشه. منم اعتقاد دارم که یک روزی همه چی درست میشه. این غم از کشور ما و کسایی که کشورهایی که ظلم میبینن قطعا میره. اینجوری نمیتونه بمونه، واقعا اینجوری نمیتونه بمونه. چه بسا داره بدتر میشه، ولی فکر کنم تموم میشه. مرسی بابت انرژی. Thank you. انرژی میده به آدم این حرفا و فکر میکنم که شما هم دارید انرژی میگیرید. پیام بعدی از طرف یکی از مردم کشور ارمنستانه. خب من هفته پیش ارمنستان بودم و مردمشو میدیدم. البته من ایشونو نمیشناسم و گروه تو پیج بنده بودن و به من پیام دادن. سلام آیدین عزیز، تو در ارمنستان بودی هفته پیش و تلاش کردی که زیبایی کشورمو نشون بدی. الان کشور تو تو شرایط بدیه و مطمئن باش که ما کنار تو هستیم. تو به ما لطف کردی و نوبت ماست که از کشور شما ساپورت و حمایت بکنیم. ما این ویدیو تو رو توی اینستاگرام پست میکنیم و به همه دنیا و به قدرت خانم‌ها رو نشون میدیم. مرسی که اینو خوندی. چقدر جالب که میگن که تو اومدی زیبایی کشور ما رو نشون دادی و من هم الان وقتشه که از شما حمایت کنم. این یعنی که حمایت مردم هستن. نه جنگ به ما ربطی داره، نه اتفاقات به ما ربطی، ما فقط میخوایم زندگی کنیم. همونطور که ما از مردم کشور سوریه، اوکراین، لبنان، جایی که جنگ بود، حتی آمریکا حمایت کردیم، اونام دارن ما حمایت میکنن و این خیلی جذابه. این خیلی جذابه که بدونیم حداقل با اینکه خیلی تنهاییم توی دنیا، ولی حداقل یه تعدادی هستن که هوای ما رو دارن و این شاید واسه ماها خیلی جذاب باشه. بدونیم که پشتمون خالی نیست و واسه خانومم خیلی انگیزه بیشتر واسه زندگی باشه. خب این یکی پیام از طرف یک دوست اوکراینیه و من تو باشون صحبت نکرده بودم و دوست داشتم که پیامش واسهتون بخونم. نوشته سلام عزیزم. خیلی حال میکنم یه خارجی ایرانی صحبت میکنم. چطوری؟ وقتی که ویدیوها و استوری تو راجع به کشورت و اون دختر بیگناه دیدم، بلافاصله ویدیوی تو راجع به اوکراین که زمان جنگ بود رو به یاد آوردم. اینجوری درسته و این واسه من خیلی یه ذره حال خوب کنه. واقعا تو واقعا انسان بالی از امیزینگ، فوق‌العاده‌ای هستی. دم شما گرم و عاشق انسان هستی. اینو من میتونم تایید کنم و واقعا همینطوره. تو برای کشور ما ویدیو ساختی و من الان به تمام کسایی که دور و برم هستن بهشون میگم که هشتگ رو توی شهر من گسترش بدن. اون هشتگی که راجع به مهسا امینی، امیرحسین خادمی و اتفاقات دیگه بودش رو گسترش بدن. ما با تو هستیم. این مسیر درست آیوی. همیشه میگن که اگر یک روزی هوای یک نفر داشته باشه قطعا یک روزی هوای تو رو خواهند داشت. دقیقا همینطوره. زمانی که راجع به اوکراین من ویدیو ساختم و سعی کردم کمک‌های مردمی جمع کنم و شماره کارت میذاشتم از این داستانی که انجام میدادیم، مطمئن بودم که اگر یه روز واسه ما هم اتفاقی بیفته اونا کمک ما هستن. حالا در اصل الان کمک فقط حمایت و استوری گذاشتنه، کمک دیگه ازشون بر نمیاد، ولی خب باز به هر حال اتفاق خیلی خوشایندیه و من سعی می‌کنم که ادامه بدم این داستانا رو، بتونیم که حمایت تمام مردم دنیا رو داشته باشیم و سعی کنیم کنار هم دیگه باشیم. پیام بعدی از طرف یکی از بیننده های ما تو یوتیوب و من دوست داشتم که بهم پیام دادش. نوشته که من بهترین ویدیو تو یوتیوب که در مورد نشون دادن زیبایی ایران بودش رو به یاد میارم و تو تلاش کردی که بعد تو بیشترین تلاشت و بهترین تلاشت رو کردی که بهترین تو واسه کشورت بذاری. ترجمه فارسی سه چیز انگلیسی زیاد سخته و الان میبینم که تو در کنار مردمت در این شرایط سخت وایسادی. مثلا کمترین کاری که میتونستم انجام بدم. ایران کشور زیباییه، اما کشتن اون دختر به خاطر موش واقعا دردناک و ترسناک و وحشتناک بودش. تو به ما گفتی که تو ایران جنگ وجود نداره و من میدونم که اون درسته.
قطعاً هم درسته، داستان چیز دیگه ایه، اما من واقعا به خاطر اتفاقات اخیر بسیار متاسف هستم. مانند مهساها و تمام دختری تو ایران هستن باید قدرتمند باشن، جمله قشنگی نوشتش. این قدرت زنان هستش. خدا تو رو نگه دار، God bless you. آیدیم دقیقاً مثل مهساها و آدمای دیگه تو ایران زیاده و واقعا قدرت زنان رو من قبول دارم. زنای ما خیلی سخت زندگی کردن، از قدیم، از خیلی قدیم، از خیلی خیلی قدیم همیشه زنا سخت زندگی میکردن، همیشه مشکل داشتن، همیشه اتفاقات دردناک رو تجربه کردن و سختی بیشتر از مردا کشیدن. من اینو خیلی قبول دارم، اصلا حقشون نیست انقدر سخت زندگی کنن. حرفا کاملا درسته، حرفی نمونه. حداقل الان یه ذره خوشحالترم که دارم این پیام رو میخونم و حمایت مردم دنیا رو داریم. امیدوارم که خانم ها این شرایط سخت الان براشون یه ذره آسان‌تر شده باشه. آسان‌تر که نمیشه، اما یه لبخند روی صورتشون بیاد. پیام بعدی از طرف کشور آلمانه و نوشتن که از کشور آلمان سلام میکنم. خشونت در هیچ جای دنیا پذیرفته نمیشه و دختران ها و زنان ها به اندازه مردان حق زندگی کردن دارن و قطعا همینه. اصلا چه فرقی میکنه چه جنسیتی؟ من اینو واقعا نمیفهمم. وقتی که تو صفحه اینستاگرام تو اخبار رو خوندم، برای چند دقیقه احساس سرما کردم، سردی کردم. و شما احساس سردی کردی؟ پس ببین چی کشیدن داخل ایران. گریه کردم. من خودم رو جای اون دختره، اون برای چند لحظه برای جای اون دختر گذاشتم. عجب اتفاق ترسناک و وحشتناکی. اولی از اون میخوام که شما واقعا قوی باشین و با قدرت این روزا رو سپری کنید. تمام اتفاقات توی تمام جای دنیا میفته و من کاملا با این موافقم. اصلا همه جای دنیا هستش، ولی خب ایران هم اتفاق میفته. ما مردم معمولی باید پشت هم باشیم. واقعا عجب جمله اینه. همیشه من میگم ما مردم معمولی، انسان‌های عادی با پشت هم باشیم و خوشحالم که پشت هم، حداقل از طریق ویدیویی که منو خوندیم و کار کردیم و توی چنل ما می‌بینید ثابت کردم که پشت هم دیگه هستیم. خب بریم پیام آخری و خانم از کشور فرانسه. پیامشون خیلی تاثیرگذار بودش. صدای زیبای تو و برادرت باعث شد من گریه کنم. چه عذاب بزرگی، چه عذاب بزرگ و ترسناکی. من برای خانواده اون دختر بسیار متاسفم و ناراحتم. من یک دختر از کشور فرانسه هستم و خشونت زیادی تو زندگیم دیدم. واقعا زنها توی دنیا، حتی الان جدیدن خب فرق کرده، ولی خیلی عذاب کشیدن. لطفا من رو همدرد خودتون بدونیم و تسلیت من رو به خاطر اتفاق دردناکی تو ایران افتاده بپذیرید. من تلاش میکنم که توی شهرم این هشتگ رو گسترش بدم و به تمام دوستان میگم که این کار انجام بدن که بیشتر فیدبک جهانی داشته باشه. Thank you so much. هدف ما هم همینه، واسه همه جای دنیا. فقط آقا هشتگ صلح اصلا واقعا باید گسترش پیدا کنه. مرسی که کنار مردمت بودی و برای کشورت خوندی و سعی کردی که زیبا نشونش بدی. میدونی من یه زهره آب دهنم قورت نمیذاره، بغضی هم میشم. باعث افتخارم کنار مردم باشم. اصلا کاری نکردم، واقعا تنکیو نداره، مرسی نداره. که وظیفه ما مردمه، اگه ما مردم پشت هم نباشیم تو هر شرایطی، چه جنگ خارجی، چه جنگ داخلی، چه اتفاقات تر، چه گرونی، چه بدبختی، چه هر چیزی، اگه ما کنار هم نباشیم که محکوم به مرگ و نابودیم. این کمترین کاری که دست من برمیاد. حقیقتش واقعا جونی هم نداشتم که ویدیو درست کنم، ولی گفتم شاید یه ذره حس آرامش بهتون بده و بدونین که حداقل همه جای دنیا هم تنها نیستیم و ایرانی هوادار هم داره. واقعا بابت اتفاقی افتاده متاسف هم، تسلیت میگم به خانواده مهسا امینی عزیز، به خانواده امیرحسین خادمی عزیز. واقعا دردناک، اصلا در حدی نیست که من بتونم حرفی بزنم، ولی واقعا تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که اتفاقات بد کم بشه و خنده به ایرانو برگرده. دم همتون گرم، خیلی مخلصیم.